پادشاهی پسر به مکتب داد لوح سمینش بر کنار نهاد بر سر لوح نوشته بزر جور استاد به مهر پدر عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف نهم و درس زبان و ادبیات دری خوش آمدید دوستان جان عزیزان دلبند به اسکاه دوازدهم رسیدیم در امروز ما عنوانش مخفی بدخشی است می در مورد این شاعر نامدار معاصر توضیحاتی خدمتتان ارائه کنیم و در بخش دوم در حوزه دستور زبان شما را با جمله خبری مهمان میکنیم دوستان عزیز راه های ارتباطی ما را کانال ارتباطی ما را در فضای مجازی دنبال بکنید ما را فراموش نکنید 2964 780 255 40 13 است آماده دریافت هر گونه نظر پشنهاد و ارائه تر شما دوستان هستیم عزیزان قل شروع جلسه را اعلام میکنم خب شاگرده عزیز قبل از اینکه وارد درس جدید شویم کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور میکنیم و توضیحاتی پیرامون دستور زبان جلسه قبل خطاب شما عزیزان ارائه خواهیم داد خب کار خانگی میگوید که در جمله های زیر مبتدا و خبر را مشخص کنید دو جزی که در جلسه قبل برایتان توضیح دادیم یک مداری دوستان قبلتر برگردیم در صنف های بسیار بسیار قبلتر میگوییم که جمله دو نوع است یا جمله فعلی است و یا جمله اسمی است جمله ای که نوعش اسمیه بود دوستان گفتیم از چه تشکیل میشد؟ از مبتدا و خبر تشکیل میشد حال مبتدا چی بود؟ مبتدا در واقع او کلمه ای بود که در ساختار جمله ما را داشتیم که میخواستیم او را توضیح دهیم پس او قسمتی از جمله که ما قصد توضیح بیشتر او را داریم تحت عنوان مبتدا میگوییم و خبر او توضیح بیشتری است که در مورد مبتدا داده میشود. این می, شود. ای می شود تعریف خبر پس توضیح بیشتر مبتدا را ما خبر میگوییم اگر چی اگر دوستان خاطرتان باشد و هوش باشید که در برخ از متنها آورده شده است که خبر را تحت عنوان گزاره هم از او یاد کردند خب حالی سر... سراغ جملاتی بریم که دوستان در هفته قبل برای شما داده بودیم خب در این جمله میخوایم مبتدا و خبر را مشخص کنیم آزادی های فردی و اجتماعی در قانون مشخص شده است مبتدای ما در این جمله میشود آزادی های فردی و اجتماعی این میشود دوستان چی؟ مبتدا چرا؟ چون ما میخواهیم در مورد آزادی های فردی و اجتماعی در این جمله دوستان توضیح دهیم خب چی میگوییم؟ میگویم آزادی های فردی و اجتماعی در قانون مشخص شده است پس این میشود خبر ما چرا میشود خبر ما؟ چون خبر ما توضیح بیشتری است که به چی برمیگردد؟ به مبتدا برمیگردد خب این آزادی های فردی و اجتماعی کجا توضیح داده شده؟ در قانون توضیح داده شده بس مبتدا خبر جمله بعدی دموکراسی به معنای حکومت مردم است خب در این جمله در مورد چی میخوایم توضیح بدیم دوستان؟ در مورد دموکراسی پس دموکراسی میشود مبتدای ما خب حالی در مورد مبتدا که میخوایم توضیح دهیم چه خبری میخوایم ارائه دهیم چه گزاره میخوایم بیان بکنیم گزاره و خبر به معنای حکومت مردم است این مشوبت خبر ما پس چه خبری دادیم در مورد دموکراسی دوستان به معنای حکومت مردم و تعریف در واقع دموکراسی را خبر بدهیم خب جمله آخر را شما بگویید خیلی واضح خیلی روشن خیلی مبرهن است جمله از مبتدا و خبر تشکیل شده است در مورد مبتدا و خبر دوستان توضیح دادیم جلسه قبل این جلسه هم در مورد این میخوایم توضیح دهیم حالی که میخوایم توضیح بیشتر خطاب شما بدهیم حال خود این جمله ای که میگوییم از مبتدا و خبر تشکیل شده است این دو جز خودش میشود یک جمله حال این جمله یک مبتدا دارد یا خبر مبتدا احسن مبتدایش می شود جمله که میخوایم در مورد جمله توضیح دهیم خب چه خبری می در مورد جمله بدهیم دوستان از مبتدا و خبر تشکیل شده است می شود خبر این خبری که بر می گردد ده چی ده جمله جمله می شود مبتدای ما خبرش می شود از مبتدا و خبر تشکیل شده است البته دوستان خاطرتان باشد که نقش مبتدا در جمله اسمیه همان نقش فائل و نهاد در جمله چیه فعلی است این هیچ تفاوتی با هم ندارد فقط تفاوتشان از نظر ساختار جمله است خب شاگردای عزیز وارد بخش اول درس جدید شویم درس امروز ما در مورد یک از شاعران نامدار زن در حوزه جغرافیای افغانستان است این شخصیت کسی نیست جز مخفی بدخشی در مورد ایشان امروز معلوماتی خدمتتان ارائه کنیم و با زندگی و بیوگرافی ایشان بیشتر آشنا شویم نام اصلی اشتان شاه بیگم است که لقبشان سیده و مخفی بدخشی تخلص میکرد که تخلص معمولا در بیت انتهای اشعارشان بسیار آشکار و روشن است و در سال 1255 هجری شمسی در شهر خلم متولد شد شهر خلم یکی از شهرهای ولایت بدخشان میباشد متاسفانه در سن دو سالگی پدرشان شاه محمود را از دست میدهد پدرشان یک از شخصیت هایی که در حوزه ولایت در واقع امیران محلی شهر خلم بوده است در واقع اشان فعالیت میکرده بعد از اینکه پدر میمیرد به همراه خانواده خود وارد بدخشان میشود و در چهار سالگی در بدخشان ساکن میگردد بعد از مدتی که امیر عبدالرحمن خان بر حکومت مستولی می شود و در واقع ایشان به اقتدار می رسد، اولین کاری که میکند سیاست جابجایی اقوام را در ولایات مختلف پی می گیرد و خانواده مخفی بدخشی نیز از این قاعده مستثنا نمی شود بلکه ایشان نیز دچار جابجایی و مهاجرت می گردم. ابتدا به همراه خانوادهشان تحت در واقع تبعید امیر عبدالرحمن خان وارد کابل می شود مدتی در آنجا زندگی می کند و بعد از آن دوباره تبعید می شود و به قندهار در واقع رهسپار می شود و نزدیک 20 سال در ولایت قندهار زندگی می کند آموزش در مکاتب خصوصی دینی یکی از ویژگی های مخفی بدخشی است که دوستان ایشان در مکاتب دینی خصوصی تحصیل می کند شاید خیلی از افراد معتقد هستند که علت تخلص ایشان به نام مخفی نیست همین است که وقتی ایشان می آید این تخلص را برمی گذیند علتش است که در دوره ای که ایشان کودک بود و مشغول آموختن و آموزش بود در مکاتب دینی به طور کاملا مخفیانه و پنهانی تحصیل میکرد به طوری که نه اعضای خانواده او نه سیاستمداران و نه شخصیت دیگر از این امر اطلاع نداشتند یکی از ویژگی های شخصیتی مخفی بدخشی دو سال زهین بودن است یعنی قوه هوش و استعداد بسیار بسیار بالایی در حفظ کردن داشت به طوری که ایشان مراحل اولیه را تحت سرپرستی دو برادر خود میگذارد و میگذارد و قرآن را حفظ میکند به طوری که قرآن را در سه ماه دوستان در سه ماه حفظ میکند و پنج کتاب مشهور از جمله کتاب دیوان حافظ بوستان و گلستان سعدی کلیات بیدیل دهلوی کافیه مختصر و بالشمه را در مدت بسیار بسیار کوتاهی یاد میگیرد و این از ویژگی ها و از نکات شاخص مخفی بدخشی است زمانی که امیر عبدالرحمن خان فوت میکند و فرزندان اشان بر سر کار میآیند یک تغییر در شرایط زندگی بسیاری از اقوام ایجاد میشد به طوری که خانواده مخفی نیز از این فرصت استفاده میکند و به محل سکونت قبلی خود یعنی شهر بدخشان و در واقع شهر خلم که در واقع از ولایت بدخشان است برمیگردد و ادامه زندگی خود را آنجا سپری میکند از نکات دیگر زندگی مخفی بدخشی دلباختن ایشان به سید مشرب از دوران کودکی است سید مشرب پسر کاکای مخفی بدخشی است که ایشان در واقع عقد کرده مخفی بدخشی بوده است و متاسفانه دچار بیماری و آرزه می شود به طوری که ایشان را به ولایت بدخشان منتقل می کند و در شفاخانه آنجا بستری می شد متاسفانه خیلی طول نمیکشد و از دنیا میرود در بسیاری از اشعار مخفی بدخشی غم هجران غم هجران سید متاسفانه دیده می شود که همه امر باعث می شد مخفی بدخشی تا انتهای عمر خود ازدواج نکند و به تنهایی زندگی کند زندگی ایشان همواره با افت و پاکدامنی بوده است به طوری که هیچ آدم نامحرم ایشان را ندیده است و همیشه نماز و روزه و در واقع کارخا و مناسک دینی خود را اشان رعایت میکرده متاسفانه در سال 1342 هجری شمسی نیست در قریه پدری خود در سن 85 سالگی به درود حیات میکنند یک نکته که دوستان در این زندگی مخفی بدخشی دهی بانوی شاعر بسیار بسیار نکته است که باید بدانید است که ایشان را با شاعر دیگری که به نام زیبون نسای مخفی است دوستان اشتباه نکنید ما یک شاعر داریم به نام زیبون نسای مخفی که ایشان فرزند اورنگزیب شاه مغول است که اشعار بسیار زیاد و زیبایی دارد اشان نیز در انتهای اشعار خود از تخلص مخفی استفاده میکرده و متوجه باشین به با هوش باشین دوستان که هر زمانی که تخلص مخفی را دیدین مخفی بدخشی را با زیبون نسای مخفی دوستان اشتباه نکنید خب به منظور آشنایی بیشتر با نحوه شعرشان با محتوای اشعار مخفی بدخشی دوستان یک نمونه چند بیت شعر از در واقع دیوان اشعار شان داریم چون میدانی که دیوان اشعار شان را میگوین نزدیک پنج هزار بیت شعر دارد خب چه شعر میگوین اشان میگوید که ای قاصر از ادای صفاتت زمان ما ای قاصر از ادای صفات زبان ما کی در خور سنای تو باشد بیان ما ما کی به ذات خیش چو تصویر میرسیم تا از تو آشکار نگردد نهان ما از هر دانه در قفس هستیم و نبود در اوج هفت چرخ بلند آشیان ما نه بهشتیم و نه در خور جهیم ما خود چه ایم تا چه بود این و آن ما عمر عزیز در سر سودای خام رفت عمر عزیز در سر سودای خام رفت دارد متاع یأس سراسر دکان ما ایمان مکن ایمان مکن ز مخفی بیشار ات دریق یا رب دمی که میبری از تن روان ما خب شاگردای عزیز وارد بخش دوم شویم بخش دوم امروز ما تحت عنوان جمله خبری است گفتیم جمله در واقع بزرگترین و کاملترین ساختار معنایی در حوزه دستور زبان است حال انواع داشت جمله را میگوییم جمله انواع دارد جمله یا امری است یا جمله عاطفی است یا جمله پرسشی است و یا هم جمله جمله خبری است جمله خبری را امروز می خواهیم تعریف کنیم انواعش را برای شما توضیح دهیم و مثالهایش را برایتان بیان کنیم جمله خبری در تعریفش آمده است جمله است که مطلبی را به صورت خبر مثبت یا منفی بیان کند پس هر زمانی که شما یک خبر رو هر زمانی که یک خبر را به صورت مثبت یا به صورت منفی به صورت درست یا به صورت نادرست به صورت صحیح یا به صورت غیر صحیح بیان بکنید این جمله جمله چیست جمله خبری است مثال بزنیم مثال چی من امروز به مکتب میروم این جمله یک جمله مثبت است و سان. چرا چون میگوییم که شما خبر از یک کاری میدهید که میخواهید انجام دهید خب این جمله جمله چی شد جمله مثبت شد و یک جمله خبری چرا چون شما یک خبری را به مخاطب ارائه کردید شما به پدرتان نامه ننوشتید این جمله جمله چیست؟ جمله خبری از نوع منفی است چرا؟ چون شما یک کاری را نفی میکنید یک کاری را که انجام ندادید را بیان کردید شما به پدرتان نامه ننوشتید این جمله جمله خبری شد کار خانگی جلسه بعدتان تانو دوستان برای تان آورده ایم تا برای شما یک کار به منظور مرور درس. امروز باشد برای جمله خبری دو مثال بیاورید جمله خبری که امروز برای شما توضیح دادیم دو مثال ما ذکر کردید حال شما از ذخیره ذهنی خود متناسب با چیزی که امروز یاد گرفتید برای ما دو جمله دو جمله خبری مثال بزنید تا ما بدانیم که شما با درس امروز کاملا آشنا شدید و درس امروز را کاملا فرا گرفتید خب شاگردای عزیز دلبندان نازنین در پایان جلسه امروز رسیدیم پایان جلسه دوازدهم باز در انتهای درس امروز و سان میگوییم راه ارتباطی ما کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید دو سف نو سد و, و است این راه ارتباطی ما با شما عزیزان خوبان و نیکان روزگار است هر نوع پیشنهاد انتقاد نظر کار خانگی داشتید برای ما روان کنید ما رو خوشنود سازید تا ما بتوانیم از نظرات شما برای بهتر شدن کار خود برای بهتر شدن مکتب خادی خواسته در مضمون ادبیات دری استفاده کنیم عزیزان جان تا جلسه دیگر و دیدار دیگر شما رو بر لایف پاک بسپارم خداوند یار و نگهدارتان